هفته قبل منشور کوروش نمایش شد. خب داستان منشور کوروش چی هست؟ یه منشوری صادر میکنه. بذار چند جملهشو بگم ببینید که چه جوری است. میگه من اجازه نمیدم تا زمانی که پادشاه هستم اجازه نمیدم زیر دستان من آداب و رسوم سایر ملت‌ها و ملت‌هایی که تحت حکومت من هستن تمسخر کنن و تحقیر کنن. یعنی میگه من احترام میذارم به ملت‌ها. میگه من سلطنت خودم رو بر هیچ ملتی تحمیل نمی‌کنم و اگر نپذیرفتن به خاطر سلطنت با اونها جنگ نمی‌کنم. و میدونیم که بسیاری از ملت‌ها خودشون اومدن تقاضا کردن که ما می‌خوام بیام تحت مدیریت شما. خودشون اومدن. کشورگشایی نبوده. میگه هرگاه من نخوان من پادشاهشون باشم برای پادشاهی جنگ نمی‌کنم. میگه تا روزی که من پادشاه ایران و کشورهای جهات اربعه، اون موقع میگفتن هر چی به سمت شمال برید، جنوب، شرق، غرب، اینا همه ایران بوده. تقریبا تنها حکومت جهان ایران بوده اون موقع. میگه من اجازه نمیدم تو این وسعت به کسی ظلم بشه. اگر شخصی مظلوم شد حقشو میگیرم، با ظالم برخورد میکنم. اینا مکتوبه الان اینجاست منشور کوروش. میگه ستمگر رو مجازات میکنم. میگه من نمیذارم مال منقول یا غیر منقول کسی رو کسی به زور ازش بگیره بدون اینکه وجهشو بپردازه معامله بکنه و اگر کرد من برخورد میکنم، باید بده رضایت صاحب مال رو بگیره. میگه تا روزی که زنده هستم اجازه نمیدم کسی کسی رو به بیگاری بگیره. یعنی زنی مردی رو به بیگاری بگیرن. میگه همه آزادن، همه آزادن. میگه هر کس حق داره هر جای سکونت کنه، هر شغلی رو انتخاب کنه، هر پولش رو هر جوری میخواد خرج کنه، مشروط بر این که مزاحم دیگران نشه، حق دیگران رو ضایع نکنن. حالا جالبم داره، باز جالبتر میگه که هر کس مسئول اعمال خودشه. اگه کسی خطا کرد نمیشه برادرش یا خانوادهش یا کسی دیگر رو مجازات کرد. خب شما میدونید در نظام قبیلگی اینطور بود، اگر یک نفر از اهل قبیله جرمی رو مرتکب میشد نسبت به یه قبیله دیگه، اعضای اون قبیله به خودشون حق میدادن هر کسی از اون قبیله رو پیدا کردن یا بکشن یا بدوزن یا فلان. میگه ممنوع. میگه یه نفر خطا کرده همون باید مجازات شه، کسی حق نداره کسی دیگری رو. میگیم گناه کرد در بلخ آهنگری به ششتر زدن. باز جالبه، من تا روز که بیاری مزدا سلطنت میکنم، یعنی خدای متعال، نخواهم گذاشت که مردان و زنان را به عنوان غلام و کنیز بفروشن. حکام و زیر دستان من مکلف هستند که در حوزه حکومت و مأموریت خود مانع از خرید و فروش مردان و زنان به عنوان غلام و کنیز شوند. اون موقع کسی حرفا نبوده و رسم بردگی باید به کلی از جهان برافتد. اون موقع بوده بردگی فرهنگی. دو سه تا نکته اینجا مهمه بعد بپرزن به سازمان ملل. اولا کوروش چیه؟ بعضی گفتن ذوالقرنینه، بعضی گفتن پیامبر است. ما تخصص رو نداریم، ما اینجا وارد نمیشیم، اما همین اقدام آدم خوبی است. آدم خوبی است. وقتی از کوروش تجلیل میکنیم این ملی‌گرایی نیست. کسی اصلا نبوده. خب یه شخصیت برجسته است. کار مثبت کرده، بعد کار مثبتشو بگی. البته افتخار میکنیم که او هم ایرانی بوده. حالا از خواهم کرد. نکته دوم تأیید نظام شاهنشاهی هم نیست. قاجار و پهلوی آبروی همه ایران رو بردن، اصلا دیگه غیرتی نداشتن، اینقدر خراب کردن که اصلا. و بعضی شاهان دیگه در طول تاریخ خیلی خراب کردن. باز معناش این نیست که در حکومت کوروش خلاف و اشکالی نبوده یا ظلمی واقع نشده. این نیست. زمان طاغوت که میخواست خودشو بچسبونه با اینا و شخصیت پیدا کنه، یعنی خودشو بچسبونه، میرفت امام رضا، میرفت مکه، میرفت فلان، میرفت کوروش. کوروش دو بقا ما بیداری، آبروی همه ایرانی ها رو بردی، حیثیتی نذاشتی. یعنی کوروش الان زنده بود که اولین کسی که پدرشو درمی بود تو بودی. یعنی کوروش بخواب ما بیداری، روح کوروش رو آزرده کردی.